سلام به شما عزیزان بیننده، همراهان عزیز و گرامی که برنامه‌های ما رو دنبال کردید تا به حال. کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. عنوان برنامه‌های ما هست. سوالاتی رو تا به حال در برنامه قبلی مطرح کردیم و سعی کردیم که به اونها پاسخ بدیم به همراه برادر بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی. مرسی رضا جان، مرسی. و منم واقعا خیلی خوشحالم تو این هفته‌ای که با هم بودیم. خودم وقت خوبی داشتم و امیدوارم که وقت‌های مفیدی هم برای بینندگان بوده باشه. خواهش می‌کنم. بله دوستان عزیز، می‌خوایم که برنامه خودمون رو ادامه بدیم در رابطه با سوالات الهیاتی. در برنامه‌های قبلی در رابطه با زندگی مسیحی، عنوان برنامه قبلی یا برنامه‌های قبلیمون زندگی مسیحی بود، سوالاتی در رابطه با زندگی روزانه مسیحی بود، ولی الان می‌خوایم که سوالاتی در رابطه با الهیات هست و سوالات فنی‌تر رو با هم دیگه بهش بپردازیم. اولین سوالی که دوست عزیزی از ایران برای ما فرستادن می‌فرماید که آیا مسیح خداست یا پسر خداست؟ من این سوال رو میگم و می‌خوام که از جناب دکتر که نه شما خودت هم باید تو جواب این سوال کمک بکنی. سوال بسیار بسیار کلیدی و مهمیه. توی برنامه بریکمون یکی از دوستان داشت میگفت، من مطمئنم برای خیلی از ایرانی عزیز این اتفاق افتاده، که ما شنیدیم که مسیح پسر خداست، بعد مثلا میان توی کلیسا واعظ میگه مسیح خود خداست، بعد اصلا میگن ای بابا پسر خدا بودنش هم ما خیلی باش مشکل داشتیم، حالا تازه این یه پله رفت بالاتر خود خدا شد. و من یادم، من یه دوستای ایرانی داشتم تو آتلانتا، به من یه بار گفتن که شما از اون نوع مسیحیایی هستی که میگن مسیح پسر خداست یا اونایی که میگن مسیح خداست؟ گفتم بله، جفتش، و مسیح هم پسر خداست هم خود خداست. و این یه سوالیه که خیلی میدونم باعث سوء تفاهم خیلی از عزیزان هست و من میخوام کل برنامه امروزمون رو درباره الوهیت مسیح با هم دیگه وقت بگذرونیم، چون سوال خیلی مهمیه. اصلا اساس صحبت، اساس ایمان مسیحی این سوال هست دیگه. هر چقدر کار خوب بکن، محبت کن، ببخش، همه اونا بعد از این فاوندیشن ایمان مسیحیه. که در عیسی مسیح ما با یه پیغمبر و معلم روبرو نیستیم، ما با خود خدای مجسم روبرو هستیم. ولی قبل از اینکه وارد موضوع الوهیت مسیح بشیم که چرا اصلا مسیحی همچین عقیده عجیبی دارن، میخوام این نکته رو بگم که پسر خدا یک اصطلاحیه و تو کتاب مقدس اصطلاحهای خیلی دیگه واسه مسیح هست. مسیح بره خدا هم هست. حالا بیایم سوالو بعد پیچیده تر بکنیم، آیا مسیح بره خداست، پسر خداست یا خود خداست؟ برمیگردیم به اون اصل موضوعی که هفته ها پیش با هم صحبت کردیم، که ما انسان ها در محدودیت فیزیکی خودمون با تصاویر مادی و انسانی خودمون تنها رایی که ما میتونیم حرف بزنیم از این نوع تصاویره. واژگان ما اینه، واژگان انسانیه، به غیر از این چیز دیگه ای نداریم. و خدا هم حقیقت روحانی وجود خودش رو باید از طریق این واژگان انسانی برای ما مطرح بکنه. پس وقتی که میگیم مسیح پسر خداست یا خداست، پسر خدا به معنی کسی که محبوب پدره، کسی که نزدیک پدره، کسی که هم ذات پدره. این به معنی پسر خداست. یعنی یک اصطلاحه که بعد میگه خب حضرت بره خدا، یعنی چی؟ نه اون دیگه ربط داره به عهد عتیق و مسئله قربانی و کفاره، اون حالا یه داستان دیگه است. این که کتاب مقدس از تصاویر مختلف، تصاویر انسانی که ما بفهمیم، استفاده میکنه که حقیقت روحانی خدا رو برای ما مشخص کنه. پس اینی که چون از نظر انسانی خب یه نفر نمیتونه هم پسر یه کسی باشه هم خود اون شخص باشه، ولی از نظر الهیات مسیحی وقتی میگیم مسیح پسر خداست، یعنی اینکه کسی که محبوب خداست، کسی که نزدیک خداست از نظر کتاب مقدسی، و اینکه کسی که معرف ذات خداست، معرف شخصیت پدرشه. سی اس لوئیس خیلی جالب میگه تو کتاب میر کریشیانیتیش، میگه همونطوری که از انسان انسان میاد، از خرگوش خرگوش میاد، هم ذات بودن، از خدا هم خود خدا اومده. کسی که ذات خدا رو داره به ما ذات خدا رو داره نمایان میکنه. اشاره کردیم در رابطه با موضوع بیگ بنگ و خلقت آدم در پیدایش که موافق اجناس خود یک واژه‌ای بود که الان به خاطرم اومد.
هر چیزی از جنس خودش رو تولید بله. میکنه، هر جنسی از جنس خودش تولید بله. میکنه. بله بله. پس این وقتی میگه مسیح پسر خداست به این منظور، حالا میخوام یه مقدار موضوع رو حتی داغ‌تر بکنم اینجا. حالا میگه پس مسیح خود خداست، حالا یعنی چی؟ یه نکته‌ای که خیلی مهمه ما از اول این رو بگیم. من میخوام یه حرفی رو اینجا بندازم و امیدوارم بینندگان مسیحی ما پرت نکنن چیزی به تلویزیون بگن ساسان داره کفر میگه یا اشتباه میگه. من بعضی وقتا توی کلاسی که دارم درس میدم میگم که وقتی میگیم مسیح خداست، این جمله کامل نیست، جمله کاملا درست نیست. بعد یه تعجب میکنن یعنی چی مسیح خداست جمله کاملا درست نیست؟ شما دیگه چرا این حرفا؟ و واقعیت هم اینه که بله، هیچ جای عهد جدید این جمله به یونانی وجود نداره که مسیح خداست. ولی وقتی که ما داریم میگیم مسیح خداست، منظور مسیح خدا در ذاته، ذاتش ذات خداست. حالا درباره این آینده صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه بیشتر توضیح بدیم. آره، ولی این که وقتی میگیم مسیح خداست، از نظر الهیات مسیحی در واقع میگیم مسیح در ذات خداست، که حالا بگم درباره صحبت میکنیم. ولی حالا یکی میگه که آقا خود مسیحی‌ها اعتراف کردن تو تلویزیون که هیچ جای کتاب مقدس نمیگه مسیح خداست، پس چرا شما به این حرف ایمان دارید؟ حالا میخوام وارد این صحبت بشیم که چرا، چه حرفای خود مسیح زده توی اناجیل، چه ادعاهایی رو مسیح درباره خودش گفته، چه ادعاهایی رو شاگردانی که سالهای سال با مسیح بودن درباره مسیح گفتن، و چی شدش که بالاخره مجبوریم به این نتیجه ما رسیدیم که این حرفا حرفای دروغ نیست، این نفوذ ادیان بت پرست نیست که مسیح پیغمبر رو حالا ما مسیحا خدا کردیم، به مقام خدایی رسوندیم. چیه که چه ادعاهایی تو کتاب مقدس که باعث شده ما مجبور بشیم وقتی صادقانه ما انجیل رو میخونیم، تنها نتیجه منطقی از خوندن ادعاهای مسیح اینه که مسیح در عیسی مسیح خدا مجسم شده و داره با ما روبرو میشه. خودت رضا چه آیه هایی میدونم که خیلی درباره این خودت با افراد صحبت کردی، برای خودت آیات زیاده. من یادمه یه عده دوست افرادی هستن میگن که نه ما اگه کتاب مقدس هم عهد جدید هم وقتی میخونیم هیچ چیزی نیست که بگیم که مسیح خداست، هیچ همچین ادعایی نکرده، هیچ همچین حرفی هم نیست. سی اس لوئیس میگه که کسی که انجیل رو بخونه و الوهیت مسیح رو توش نبینه، مثل این میمونه که یکی در روز آفتابی بره بیرون از خونه بگه من خورشید رو نمیبینم تو آسمون، خورشید کجاست؟ اینقدر حقیقت الوهیت مسیح واضحه. حالا چه آیه هایی رو میخوام بریم سراغ آیه های کتاب مقدس، چه آیه هایی برای خودت، آیه زیاده، ولی برای خودت شخصا چه آیه هایی رو احساس میکنی آیه های کلیدی هستن که معرفی میکنن مسیح رو به ما، الوهیت مسیح رو به ما؟ برای من که تو یک محیطی بودم که بگاند اکثر آدمایی که دوروبر من بودن از جایی بود که دائم میگفتن آقا این کفر، این شر، شرارت، ما نباید به کسی نسبت خدایی بدیم، و خودم هم از همون بکراند اومدم، برای من، به نظر من کتاب مقدس خیلی واضح اشاره میکنه. چه آیه هایی؟ خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 31 میگه، آیه 30 هست فکر میکنم یا 31، که میگه من و پدر یک هستیم، به وحدانیت خودش اشاره میکنه. و یک دو آیه محبوب دیگه هم هست که این دو سه تا آیه وقتی میذارم کنار هم فکر میکنم 30ه اگه اشتباه نکنم، باب 8 آیه 30. نه من فکر نکنم، به نظرم 10 فصل 10 آیه 30 من و پدر، پس من اشتباه، آره من و پدر یکی هستیم، فصل 10 آیه 30 یکی تو نفشون. اوکی خب، ولی آیه محبوب بعدیم انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 که میگه خدا را هرگز کسی ندیده، پسر یگانه ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. پسر یگانه، اینجا از واژه یگانه استفاده میکنه به معنی واحد، منحصر به فرد، دقیقاً یک بودن با خدا، در آغوش پدره، این یکیه با خدا، این پسر او رو ظاهر کرد. و کولسیان 1:15 این چند آیه خیلی کمک میکنه به من، یا کمک کرده که من درک کنم این رو.
او صورت خدای نادیده است، مظهر ذات خدای نادیده. عیسی مسیح صورت اون خدایی که ما هرگز ندیدیم اون رو و اون تمام صفات او رو برای ما ظاهر کرده. و در رابطه با خدا بودنش، ای آیه آخری که میخوام بگم اینه که در انجیل یوحنا فصل 3 فکر میکنم آیه 13 باشه اگه اشتباه نکنم، باز پیر شدم یه خود فراموشی اومده سراغم، که میفرماید که هیچ کس به آسمان بالا نرفت مگر آن که از آسمان پایین آمد، آن کس که از آسمان پایین آمد یعنی پسر انسان که در آسمان است. و این رو دقیقا عیسی مسیح زمانی که روی زمین بود با شاگردان داشت زندگی میکرد میگفت، چه کسی میتونه در آن واحد هم در آسمان باشه و هم در روی زمین باشه؟ اینجا شاید غیر مستقیم داره اشاره میکنه، ولی این صفت، صفت خاص خداست، صفت الهیه که خداست که در آن واحد میتونه هر کجا باشه. نه بله، خیلی هم غیر مستقیم نیست، یعنی چون بعضی میگن نه خب خیلی اشاره احتمال فلان، نه خیلی واضح اونجایی که میگه من و پدر یکی هستیم، توی یوحنا به شاگرداش میگه من هر کی من رو دیده پدر رو دیده، هیچ پیغمبری هیچ انسانی نمیتونه همچین ادعاهایی بکنه. بله. و گناهان رو بیامرزد. بله. و فقط پسر خداست. خیلی آیات دیگه هست میشه اشاره کرد، من الان به ذهنم باید فشار بیارم ولی وقتمونم اجازه نمیده، چون دوستان ما هم یک برنامه ای رو در استودیو پخش آماده کردن، با هم دیگه اون برنامه رو خواهیم دید و باز دوباره به اینجا برمیگردیم، منتظر شما عزیزان هستیم. در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. بله دوستان، به استودیو برمیگردیم و سوال دوست عزیزمون رو پاسخ میدیم. از ساسان عزیز میخوام که ادامه بدن. وقتی که مرسی، وقتی که من درباره الوهیت مسیح صحبت میکنم، اینو جاهای مختلف هم درس دادم، طوری که من دوست دارم دربارش باش برخورد بکنم، صحبت یه آیه اینجا و یه آیه اونجا و حالا یه آیه رو اینطوری تفسیر کنیم نیست. کسانی این کارو کردن که آیاتی که توی عهد عتیق به یهوه اشاره میکنه، اسم یهوه، خصوصیات یهوه، مقام یهوه، صفات یهوه، شخصیت یهوه، آیاتشو میشه قشنگ با هم ترتیب داد و تمام اون اشاره هایی که به یهوه خدا در عهد عتیق شده، مسیح و شاگردان مسیح به مسیح نسبت میدن در عهد جدید. یعنی وقتی که نگاه میکنیم به کتاب مقدس، به طور واضح بدون اینکه مسیح رو درواسی داشته باشه، خیلی همچین میگم با حالت اشاره بخواد صحبت کنه، خودش رو توی چارچوب فرهنگ قوم یهود قرن اول بهشون خوب داره میفهمونه که خودش رو داره جای خدا میذاره، خودش رو داره جای یهوه میذاره. جمله من خدا هستم وجود نداره توی عهد جدید، چون این جمله معنی نداره واسه یهودی. یهودی میگه خدا اون بالاست، من خدا هستم معنی نداره. ولی وقتی که یه یهودی میدونه که خداست که داور روز قیامته، مسیح میگه روز قیامت داوری رو من میکنم، واسه یهودی میفهمه این مرد داره واسه خودش چی میگه. یعنی میخوام بگم باید بفهمیم که مسیح چطوری داره خودش رو معرفی میکنه. حالا گناهان رو میامرزه. آره، حالا میخوام یه مقدار از این لیست رو من بگم. تو عهد عتیق خود کلمه یهوه، من هستم، وقتی که به موسی ظاهر میشه خدا تو بوته آتش، موسی میگه اسم چیه؟ میگه من هستم. وقتی که خود یهودیا
عبری عهد عتیق رو به یونانی ترجمه کردن اگو ایمی، یعنی من هستم به یونانی. بارها و بارها مسیح تو انجیل یوحنا میگه من هستم. مسیح داره دقیقاً اسمی که مال خود خداست، مال یهوه است رو داره به خودش نسبت میده. میگه پیش از اون که ابراهیم باشد من هستم. پس این من هستم داره دقیقاً اسم خدا رو، لقب خدا رو به خودش میده. یهوه تو عهد عتیق داماد قوم اسرائیل، تصاویر انسانی برای رابطه خدا و انسان، یا شوهر میگه، یا شوهر، شوهر قوم اسرائیل. تو عهد جدید مسیح داماد کلیسا قوم خداست. در عهد عتیق یهوه است که میبخشه گناهان رو، تو عهد جدید مسیح گناهان رو میبخشه. تو انجیل مرقس وقتی اون فلج رو میارن، مسیح میگه گناهان بخشیده شد. فریسی‌ها دوتایشون خوب میفته، میگه کی میتونه گناه ببخشه به غیر از خود خدا؟ مسیح با بخشیدن خود گناهان داره خودش رو جای یهوه میذاره. توی عهد عتیق یهوه است که مثلا پیغمبرای عهد عتیق وقتی دارن از طریق الهام صحبت میکنن میگن خدا به ما میگوید این رو بگید، خداوند چنین میگوید، خدا چنین میگوید. مسیح میگه شما اینو شنیدید ولی من دارم به شما میگم. هیچ وقت مسیح نمیگه خداوند به من گفت به شما بگم. درسته که گفت هر چی که پسر میگه از پدره، ولی میگه آمین آمین من به شما میگم. توی موعظه سرکو بارها اشاره میکنه، یعنی اقتدار الهی داره میده به صحبتی که خودش داره میکنه، نه مثل انبیای عهد عتیق که شنیدن که وسیله فقط برای گفتن پیغام باشن. و یهوه در عهد عتیق اول و آخره، مسیح در عهد جدید اول و آخر حساب میشه، الفا و اومگا. الفا و اومگا تو مکاشفه. یهوه در عهد عتیق شبان قوم اسرائیله، مسیح تو عهد جدید میگه من شبان نیکو هستم. و صفات خلقت خداست که خلق میکنه. در عهد جدید مسیح عامل خلقت حساب میشه، چه تو عبرانیان چه تو کلیسیان. یهوه همه جا هست، از همه چیز آگاهی داره خدا. مسیح تو درسای قبلی انجیل متی فصل 28 مسیح به شاگرداش میگه من تا آخر دنیا با شما خواهم بود. پس مسیحه که کتاب عهد جدید میگه همه چیز آگاهی داره، همه جا خواهد بود. این صفات خداست. و یهوه است که خود کلمه نجات دهنده، یهوه است که قومش رو نجات میده. در عهد عتیق مسیح به عنوان نجات دهنده به ما معرفی میشه. یهوه است که در عهد عتیق پرستش میشه. در عهد جدید همون آیاتی که تو اشعیا نبی میگه یک روز تمام انسانها جلوی یهوه زانو میزنن و اون رو پرستش میکنن، پولس تو فیلیپیا میگه یک روز همه انسانها زانو میزنن به عیسی مسیح. پس فقط میگم صحبت یه آیه و یه اشاره و این حرفا نیست، اینه که هر رابطه، صفات، اسم و شخصیت خدا در عهد عتیق، مسیح داره اون رو، مسیح و شاگردانش دارن اون رو به مسیح نسبت میدن. من یکی از چیزهای بسیار مورد علاقه من، اشارهایی که ازش زود رد میشید. به یه مشکل دیگه هم این مسئله داره، اینه که ماها فاصله زمانی و فرهنگی زیادی داریم، چه با عهد عتیق چه با عهد جدید، و یه چیزای دوزاریمون نمیفته. مثلا وقتی که مسیح برمیگرده میگه که صحبت روز سبت هست، بحث روز سبت هست با فریسیان، و مسیح میگه که میگن چرا تو این کارا روز سبت میکنی؟ میگه پسر انسان روز سبت، پسر انسان صاحب روز سبت، صاحب روز سبت. حالا شاید واسه من و تو یا ایرانی بگه خب معنی نداره، ولی یه یهودی میدونه روز سبت توی ده فرمان هست، روز خداست، روزی که مالکش خداست، روزی که باید استراحت کرد و خدا رو پرستید. مسیح میگه من صاحب روز سبتم. یعنی سی اس لوئیس میگه که این مرد کیه که همچین ادعاهایی میکنه. حالا از این آیات پس میبینیم که خیلی به طور بسیار وسیع خود مسیح داره معرفی میکنه. و عکس العمل یهودی هم در زمان مسیح خیلی واضح بود، میخواستن سنگسارش کنن. مسیح میگه چرا منو میخوای سنگسار کنی؟ چون میگن تو خدا رو پدر خودت میدونی و از این طریق خودت داری با خدا چیکار میکنی؟ یکی میکنی. پس هیچ سوء تفاهمی نبود برای شنوندگان مسیح زمان خودش که آیا این داره ادعا میکنه پیغمبر، معلم، مرشد میگیم؟ مرشد یه پیر یک طریقتیه، این چه کسیه؟ مسیح خیلی به طور واضح
داره خودش رو معرفی میکنه به مردم زمان خودش. سی اس لوئیس این موضوع رو مطرح میکنه که خیلی هم هستن الان همین دنیای ما توی تیمارستان میگن ما مسیح، ما خداییم، ما هیتلری، ما این ادعا کردن فقط کافی نیست. مسیح به غیر از ادعاهاش با معجزاتش، با زندگی بیگناهش، با محبتش، با بخششش نشون داد که فقط یه ادعای یک آدم روانی نیست. ولی حالا سی اس لوئیس اینو میگه، میگه هر کسی که این ادعاها رو بکنه ما نمیتونیم بگیم این فقط یه معلم خوبه، یا این حرفا درسته یا این حرفا چاخانه. پس نمیتونیم بگیم که اینا حرفای خوب، این هم یه حرفا رو زده دیگه. نه، یا مسیح میدونسته این حرفا دروغه ولی این حرفا رو زده، پس یه آدم دروغگو و چاخانیه، یا مسیح نمیدونسته این حرفا اشتباس و این حرفا رو از دهنش در اومده، پس یه آدم دیوانه ایه، یا مسیح باید دروغگو بوده باشه یا روانی بوده باشه یا یک حالت دیگه بیشتر نیست. اگر این حرفا درست بوده باشه مسیح خدا و خداونده. لوئیس میگه که تو میتونی توف تو صورتش بندازی و مصلوبش کنی، یا میتونی جلوش زانو بزنی، سجده کنی و بپرستیش. راه دیگه ای وجود نداره. نمیتونیم بگیم هم مسیح این ادعاها رو کرده، همین که ما میگیم نه اینا رو ما قبول نداریم، ولی مسیح معلم خوبی بوده، مسیح پیغمبر معصومی بوده، همچین آپشنی وجود نداره اگر واقعا بخوایم صادقانه با ادعاهای عیسی مسیح روبرو بشیم. مسیح خودش توی پایان موعظه سرکوه خودش ببخشید میفرماید که دو تا راه بیشتر وجود نداره. در آیات 13 و 14 باب هفتم انجیل متی میگه که یک راه بازه که همه میرن و یک راه تنگه که سختی راه صلیب، راه دشواریه. تو باید انتخاب کنی. حالا موعظه منو شنیدی، خوب بود، قشنگ بود، نمیخوام برام دست بله. بزنی، ولی الان حق انتخاب داری. بله. تو انتخاب میکنی که توی کدوم مسیر بری. حق انتخاب با ماست. بله. و واقعا زمان خودشم شاگردانش اون رو پرستش کردن، یعنی چه در زمان خودش چه بعد از مرگ و رستاخیز خودش، در عهد جدید ادامه میدیم مسیح داره پرستش میشه، مسیح داره بهش دعا میشه، مسیح رو دارن جلال میدن، یا کسانی که مصلوبش کردن و خواستن نابودش بکنن. یعنی این دوتا عکس العمل از زمان خود مسیح بوده و تا امروز هم ادامه داره. ولی این که بگیم که نه ما قبول داریم یه قسمتاش رو، یه قسمتاش رو بیراه رفته، این آپشن واقعا وجود نداره. توی انجیل یوحنا فصل 14 آیه 1 میخونیم که مسیح میفرماید که دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان. یک یهودی تا اون موقع به این فکر میکرده که خب فقط یک خداست، فقط یک یهوه است و فقط باید به اسم اون یا با نام اون همه چیز رو شروع میکردن و تموم میکردن یا دعا میکردن. حالا مسیح اومده میگه به من هم ایمان بیارید. بله. نه فقط به یهوه، به من هم باید ایمان بیارید. حالا اینی هم که میگی خیلی خیلی این رو که میشم، حالا ما تو این برنامه کوتاه داریم جوابا رو تا اونجایی که میشه مختصر مفید بدیم، ولی اینم خودش نکته بسیار ظریفیه که اگر مسیحیت در هندوستان شروع شده بود، در روم شروع شده بود، در مصر شروع شده بود، خب میگفتیم اینا که صد هزار خدا و خدایان دارن و اینم یکیش بود، هیچ مسئله ای نیست، اینم یکیش. ولی مسیح تو یک جامعه بسیار متعصب به وحدانیت و یکتا بودن خدا اومد، خودشم یک یهودی در قرن اول، تو یک جامعه ای که خیلی تاکید داشتن که یک خدا هست و یک خدا بیشتر نیست، و تو اون چارچوب این فرهنگ خود مسیح هم پرستش کرد پدر رو، خود مسیح هم به عنوان خود مسیح هم با پدر رابطه داره، ولی ادعاهایی که میکنه باعث شد که شاگردانش به این نتیجه برسن که بخشش این مرد بخشش یک پیغمبر نیست، بخشش خداست. نجات این شخص نجات خداست. دستور این شخص دستور خداست. حضور این شخص حضور خداست. به خاطر ادعاهایی که کرد، اعمالی که انجام داد برای اثبات اون ادعاها و تأثیری که حضورش داشت روی زندگی شاگردانش. خیلی ممنون از توضیحاتتون. یک برنامه با هم دیگه می‌بینیم. به اتفاق بینندگان عزیز
و دوباره برمیگردیم به استودیو، منتظر شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، مبحث خودمون رو در رابطه با الوهیت عیسی مسیح ادامه میدیم. برادرمون دکتر ساسان برای ما ادامه صحبت رو خواهد. مرسی عزیزم. صحبت کردیم تو این دقایق گذشته که مسیح بارها و بارها از طریق روش‌های مختلف در تعالیمش، موعظه هاش، با اعمالش خودش رو جای خدا میذاره، جای یهوه میذاره، خودش رو معرفی میکنه جای یهوه، و این باعث میشه شخصیتش، زندگیش، معجزاتش، تعالیمش که شاگردان هم بهش ایمان بیارن، که در عیسی مسیح ما انسان‌ها با یه پیغمبر فقط روبرو نیستیم، با یه معلم خوب، با یه مرد مرشد، بلکه با حضور خدای زنده و واحد در عیسی مسیح ما روبرو شدیم. حالا چند تا موضوع دیگه اینجا میخوام تو این دقایق آخر با هم مطرح بکنیم. این هستش که خیلی مهمه برای عزیزان ایرانی که ما مسیحی ها یک پیغمبر رو به درجه الهی نرسوندیم. صحبت ما این نیست که اینم در مسیحیت کاملا حرف اشتباه و کفریه. فقط خدا و خالق لیاقت پرستش و عبادت رو داره. صحبت ما این هستش که خدا به خاطر اینکه با ما تماس برقرار کنه، خداست که اومده جسم پوشیده و انسان شده. ما یکی رو اینقدر بلند نکردیم به بالا، به خاطر این فاصله گناه بین انسان و خدا، خدا باید بیامد پایین که با ما این ارتباط رو برقرار بکنه. یه توضیحی تو داری درباره مسئله میخوام برامون مطرح بکنی. خیلی واضحه. یک برادر بسیار عزیزی که خیلی من دوستش دارم، سالها پیش این مثال رو توی موعظه خودش گفت و من از اون استفاده میکنم، که اینطور یادم هست که میگه یک واعظی میره باز میکنه کتاب مقدسش رو، فردا بعد میرفت کلیسا موعظه داشته دنبال آیه ها میگشته، موضوع خودش رو تکمیل کنه، میبینه که یک مورچه روی دیوار داره یک دونه رو دهن گرفته و داره میره به سمت بالا، به سمت لونه خودش، و این هر بار که میره بالا وسط راه تلاپ میفته پایین، هی که میره بالا دوباره میفته پایین. پیش خودش میگه عجب مورچه چیزیه، خیلی سعی میکنه به برابری نمیتونه. میگه خب بذار برم کمکش کنم. میره کمک این مورچه بکنه، میره تا بگیرتش، مورچه دونه خودش رو میذاره زمین و از یه طرف دیگه فرار میکنه. بعد میگه عجب مورچه احمقیه، من خواستم کمکش کنم ولی گذاشت فرار کرد. میشینه خیلی خود فکر میکنه، کتاب مقدسش رو میبنده و میذاره کنار و فردا میره تو کلیساش این موعظه رو میکنه، موعظه این مورچه رو، و میگه که اگه من میخواستم کمک کنم به این مورچه و این مورچه کمک منو بپذیره، فقط یک راه وجود داشت و اون راه این بود که من شبیه این مورچه میشدم. من به این بزرگی وقتی برم جلو اون مورچه طبیعی منو ببینه میترسه، فرار میکنه. من بعد به شکل اون مورچه در میومدم، مثل اون میشدم و میرفتم و اون منو میدید، میگفت خب اینم مورچه است، خب تو هم اون طرفش رو بگیر، با هم دیگه میبریم. اونطوری راحت‌تر میتونست کمک منو بپذیره. و خدا هم در این صورت ما میتونستیم اون رو، کمک اون رو، محبت اون رو قبول کنیم که از اون بالا بیاد پایین، روی تخت ملکوت خودش نشینه، فرشته‌ها بادش بزنن، یه گرز هم دست بگیره، تو برو جهنم، تو برو تو بهشت. و خدا، این خدا، خدایی که اومده پایین روی زمین، لباس خاکی من رو پوشیده، من این خدا رو با همه وجودم میپرستم. بسیار عالی. مثال های مختلفی هست، البته همه مثال های انسانی ما بالاخره محدودیت زبان ما رو داره. مثالی که من خیلی دوست دارم درباره الوهیت مسیح دربارش صحبت بکنم این هستش که تصور کن اقیانوس رو، اقیانوسی که به خاطر محدودیت من فقط یه افقی دارم، من فقط یک قسمت این اقیانوس رو میتونم تجربه کنم، من اقیانوس رو نمیتونم تجربه بکنم، چون اقیانوس خیلی وسیع‌تر از محدودیت من هست، افقهای من هست. حالا تصور کنیم که اقیانوس اون خداست. حالا ایمان مسیحی این ادعا رو داره، این لیوان آب تو لطفاً به من بده، میگه که حالا البته این آب باید پر باشه، از آب این اقیانوس، این لیوان به ما داده شده
و به ما گفته شده که این آب آب اقیانوسه. صحبت مسیحیت اینه. این اولی که گفتم میگه وقتی میگیم مسیح خداست، جمله کاملی نیست، خدا در ذاته، میخوام به این صحبت برسم. وقتی میگیم این آب اقیانوسه، به این منظور نیست که اقیانوس محو شد، فقط این آب مونده، یا همه اقیانوس اومد چپونده شد این تو دیگه اونجا خوش شده. نه، وقتی میگیم این آب اقیانوسه، اقیانوس هنوز سر جاشه، ولی خصوصیات شیمی این آب 100% مثل خصوصیات شیمی آب اقیانوسه. ذات این آب، ذات این اقیانوسه، ذراتش، مولکول‌ها، ویتامین‌ها، هر کی از این آب بنوشه اقیانوس رو نوشیده، مزه کرده. این صحبت الهیات مسیحیه که خدا، وقتی میگه انجیل یوحنا 1:1، در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود، آیه 14 یوحنا 1، و کلمه جسم پوشید و انسان شد. حالا یک کتاب مقدس تصویرش کلمه است، از درون خدا معرف خدا اومده جسم پوشیده که خدا رو با معرفی کنه. یا حالا مثال اقیانوس، اقیانوس سر جاشه، محو نشده، ولی از آب این اقیانوس به من و تو داره داده میشه که هر کی اینو بخوره اقیانوس رو چشیده، اقیانوس رو تجربه کرده. مسیح، من میشه گفتیم دفعه پیش، من و پدر یکی هستیم، هر کی من رو دیده پدر رو دیده. حالا کلسیان، خود هم اشاره کردی به این آیه، کلسیان فصل 1 آیه 15، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. و بعد آیه 16، در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، هر آنچه در آسمان و بر زمین است. و بعد فصل 2 آیه 9، آیه محبوب من، در مسیح طبیعت و ذات الهی آب اقیانوس به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. ترجمه قدیمی میگه تمامی پوری الوهیت در اون ساکنه. پس کمبودی نداره ذات شیمیایی این آب از ذات شیمیایی اقیانوس. مسیح معرف خداست و هیچ انسانی نمیتونه معرف کامل خدا باشه. پس خود خداست که میتونه خودش رو به طور کامل به ما معرفی کنه. پس وقتی میگیم مسیح خداست، یعنی مسیح خداست در ذات. چرا؟ چون خیلی از این سوال میکنن، اگه مسیح خداست پس به کی داره دعا میکنه؟ اگه مسیح خداست پس به کی داره فریاد میزنه؟ اگه مسیح خداست وقتی مرد کی داشت دنیا رو میچرخوند؟ از این سوال هم زیاد میشه دیگه. نه، مسیح که به خودش دعا نمیکنه، مسیح با پدر رابطه داره، پدر پسر رو فرستاده، پسر با پدر داره عبادت میکنه. حالا وارد صحبت تثلیث نمیخوایم بشیم، ولی میخوام بگم که مسیح و پسر، خدای پسر و پدر، پسر و پدر با هم همزاد هستن، با هم یکی نیستن از نظر عددی، با هم یک ذات هستن. و این صحبتی بودش که بعدن در شورای نیقیه و در سال 325 بود، نیقیه به نظرم 325 و شورای کلسدان در سال 451 بعد از میلاد، این شوراها از طریق الهیات و فلسفه این موضوع رو بیشتر باز کردن که در عیسی مسیح ما روبرو هستیم. حالا این سوال، این همه حقایق مسیح نیست، این صحبت ما، مسیح نه تنها خداست بلکه انسان کامل هم هست. یعنی خیلی وقتا ما تو صحبتمون اینقدر الوهیت تاکید میکنیم، انسانیتش رو میذاریم کنار. نه، مسیح یک انسانه، مسیح واقعا گریه کرد، مسیح واقعا خوابید، مسیح واقعا به عنوان یک بچه به دنیا اومد، گرسنه شد، بزرگ شد، روش کرد در فکرش، در رابطش با مردم، در رابطش با خدا. اینو انجیل لوقا میگه، مسیح روش کرد مثل یک انسان، در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی مینمود. آره، پس مسیح یک انسانه کامل و ذات الهی با همدیگه پیوست خوردن در یک شخص عیسی مسیح. این الهیات مسیحی هست به طور خیلی ساده. و من یه مثالی که حالا من میارم، میگم که به نظرم عزیزان ایرانی آشنا هستن با سوپرمن و فکر میکنم سوپر... شما از بچگی که یادته سوپرمن اسمش چی بود؟ یادته؟ اسمش من یادم اسمش اسم سوپرمن کلارک کنت بود. کلارک کنت مثلا عینک میزد، میرفت سر کارش. کلارک کنت سوپرمن بود، خبرنگار بود ایشون، ادای انسان رو در می آورد. عینک میزد که مثلا چشم ضعیفه، خوب نمیبینم، ولی چشش میتونست اونور دیوار رو ببینه. اگر شاید بهش مش میزدی شاید یه اوچ هم میگفت، ولی خب سوپرمنه، مشت تو که واسهش کاری نمیکنه. کلارک کنت ادای انسان رو در می آورد، ولی واقعا سوپرمن بود. مسیح ادای انسان رو در نیاورد،
مسیح واقعا انسان شد، واقعا زجر کشید، واقعا وسوسه شد، واقعا روی صلیب مرد و بعد زنده شد در قیام. مسیح یک انسان واقعی، مسیح ادای انسان بودن رو در نیاورد، مسیح انسان، ذات انسانی، ذات الهی در شخص عیسی مسیح با هم دیگه جمع شدن و این توضیح خیلی مختصر مفید الهیات مسیحی است. خیلی ممنون از توضیحتون. من یک آیه محبوب دیگه به خاطرم اومده، گفتم حیفه که بسیار خوب قسمت رو من نگم، این نخونم برای شما عزیزان. کلام خداوند بی ثمر بر نمیگردد حتماً. در کتاب عبرانیان فصل 1 وقتی که نویسنده عبرانیان رساله خودش رو مینویسه با این آیات شروع میکنه، فکر میکنم ترجمه قدیم برای دوستان خیلی مشکل باشه ولی من سعی میکنم. خب ما پس بریم سراغ ترجمه جدید. خیلی خب بفرمایید. من قدیمش رو میخونم شما جدیدش رو بخون. میفرماید که خدا که در زمان سلف ایام پدران اسرائیل به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا و به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، به وسیله او و به وسیله او عالمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلیین بنشست. خیلی این آیات کمک میکنه، به خصوص قسمتی که میگه اون فروغ جلالش. این ترجمه میگه اینطوری میگه خدا در واقع اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را به وسیله او آفریده است. آیه 3، فرزند خدا منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. خیلی این آیه فکر میکنم مناسبت داشت با این قسمت. اون پرتو یا اون دراتو پرتو افشانی داشتیم در چند جلسه پیش صحبت میکردیم که منعکس کننده خداست و حالا از ما این دعوت شده که ما منعکس کننده عیسی مسیح باشیم، شخصیت مسیح باشیم. دعوت بزرگیه. خیلی ممنون از توضیحاتتون بدرست داستان. میخواییم که توجه بینندگان عزیز رو به برنامه‌های بعدی جلب کنیم. در برنامه‌های آینده باز هم سوالات خودتون رو با ایمیل‌های همین برنامه بفرستید و ما سعی می‌کنیم و با همراهی دوست عزیزمون سعی می‌کنیم که سوالات شما رو پاسخ بدیم. ممنونیم که از اینکه تا اینجا ما رو همراهی کردید. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.